فقط بین خودمون بمونه ها. ای بابا کشتی منو. برو ببینم چی هست آقا. اینو ببین. وای چقدر قشنگه. مال کیه؟ مال خودمه. بابات میخرتش؟ از اون قدیمی هاست. مامانت بهت داده؟ نسرین چقدر سوال میکنی؟ بابات میخرتش؟ آره میخره، ولی سهیلا حیف نفروش. پولشو لازم دارم. بریم مغازه بابات الان؟ وای نه، دوباره خلوص میاد بهمون گیر میده، اصلا حوصله ندارم. خب باش، زنگ آخر میریم. بیاییم بریم پیتزا مهمون من. کار داریم نمیتونیم. بای بای. چی کار دارین مگه؟ مهتاب من میگم مرگ یه بار، شیون یه بار. برو به مامانت بگو خودتو خلاص کن. میدونی خودم یه جورایی از این وضعیت خسته شدم. امروز هر طوری شده حساب میفرستم بره بابام حرف بزنه، شاید راضی شد. خدا رو چه دیدی؟ چقدر خوب. چی؟ عکس میگیری؟ فیلم میگیرم از روزهای خاص یادگاری. چیز قشنگیه. چند میارزه اون وقت؟ نمیدونم، باید وزنش کنم. اما اگه بذاری تو مغازه بهتر میفروشم و پول بهتری هم گیرت میاد. آخه به پولش حالا نیاز دارم. اما اینجوری بهت ظلم میشه، چون مجبورم به قیمت طلای آب شده برش دارم. عیبی نداره بابا، سهیلاس دوست منه. خیلی خوب، پولشو همین حالا بهتون میدم. اگرم تا یه هفته دیگه خوب فروختمش، یه پول بیشتری هم گیرتون میاد. خوبه؟ حالا کاغذ خریدشو بدیم ببینم. کاغذ خرید ندارم. نداری؟ اما جسارت دخترم اینجوری خلاف قانونه. چرا؟ برای اینکه سارقا نتونن طلاهای سرقتی رو راحت بفروشنش. سرقتی؟ بله بابا جون. معمولا کسی طلا رو بدون کاغذ خرید نمیخره، مگر اینکه طرف آشنا باشه. خب کی از سهیلا آشنا تر؟ سلام آقا. نیستش، ما نداریم، بیگی نداریم. خب خسته نباشین. کی میاد؟ آقا ما اصلا نداریم، دردسر درست نکن، ما بیگی نداریم. آقا چه دردسری؟ من یه دقیقه میخوام بیگی رو ببینم، بعدم ملخص میشم. آقا میدونی چیه؟ ما از روز اولش هم بیگی نداشتیم. برو آقا ولمون کن، افتاد. گرفتم. پس اینو بگو. بگم سهیلا بگم نه، این گوشی ها رو بخر. بالاخره یه روزی از اون باحالاشو میخرم. خب الان که پول داری الان بخر. گفتم بهت که این پول واسه یه کار دیگه میخوام. نه میای بهم خونه ما؟ باشه فردا که میام خیاطی. سلام خانم مقدم، خوبین؟ ممنونم، منم خوبم. خبر که به خدمتتون عرض کنم، نمیدونم یادتونه یا نه، من یه جلسه‌ای با همسر دوستتون داشتم، بعد قرار شد که بعد از اون یه جلسه‌ای هم بگذاریم که هم خودشون حضور داشته باشن هم همسرشون. بله، بعد گفتم که فکر کنم اگر شما هم حضور داشته باشین بد نباشه. خوبه؟
بله. آره برای تجربه که خب قاعدتا خیلی خوب میشه. خواهش میکنم، کاری نکردم. بسیار خب، امری به من نیست. خداحافظ شما. خداحافظ. دستتو باز کن. باز کن دیگه. او چشم خسته شد، زود باش. باش. باز کن شما دستتو. خب بیا. خوبه؟ خوبه اینجا؟ خوبه نه. اینجا؟ همونجا خوبه. آره. بلند بذاری برم بشنوم دیگه. بذار کادوی بابا رو بدم بهش. بذار کادوی بابا رو بدم بهش. این کادو رو بابا برای شما خرید. میگه قابل شما رو نداره. چشاشو باز کنه. واکنم. باز کن. باز کنش. خیلی دوست. تقصیر اینه. اینقدر عذابش نده دیگه. حالا یه بار. یه بار دیگه. یه بار دیگه. نه مرگ من. مرگ من. نه نه دیگه. مرگ من. یه بار دیگه. یه بار دیگه. چشتو برم. به خاطر پاکتل بزرگ. یه بار دیگه. زود باش. زود. بفرمایید. باز کن ماما، باز کن. خیلی ممنون. وا کنم دیگه. آره. خوشگله نه؟ خیلی قشنگه. چیه تو؟ چرا ماتت برده؟ زیبایی این همه رو ماتو مبهوت میکنه. خب آقا کادوی مکو؟ از قدیم گفتن آسیاب به نوبت، اول مادر بعد نوبت شما دوتا بست. لازم نبود این همه ولخرجی بکنی. بفرمایید، اینم جای تشکرشه. نه نه، یعنی خب دست شما درد نکنه، خیلی لطف کردی. ولی من منظورم اینه که یعنی اول بذار یه ذره کاسبیت رونق بگیره، بدهی های مردم رو بدی، بعد از این محبت رو بکن. کاسبیمونم رونق میگیره، بدهی هامونم میدیم، برای شما هم میخریم، برای بچه هم میخریم. شد بچه، یه بلوتوس جدید از خودیا واسم اومده، نگاه کن. آره برای منم اومده. میشه برای منم بفرستی؟ این که مهتابه. میشه برام ببینم؟ چیه؟ چرا نگران شدین؟ خب منم میخوام ببینم. یه چیزی هست که من نباید ببینم. نه بفرمایی خانم. این گوشی چجوری باز میشه؟ خب بده یادتون بدم. بفهمه، کاری نداشت. نمیخواد. لازم نیست. شما برای چی وایسادین؟ بفرمایید دفتر. بچه بایسی 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 بایسی. شنیدم خانم خلوصی موبایلتون رو توقیف کرد. آره. آره به خاطر دیدن فیلم تو. مبارک باشه مهتاب خانم. چی مبارکه؟ خودت به اون راه نزن کلک. وایسا ببینم چی میگی تو. جمعیش وایسا ببینم منظورت تیکیه که انداختی چی بود؟ شنیدم تازگی ها هنر پیشه شدی و فیلم بازی کردی. شوخیت گرفته غزاله دیگه. ببین اختلاف سنی تو با پسر خیلی زیاده.
چی داری میگی تو؟ باب من چه؟ فیلم تو پسر رو موبایل همه بلوتوز شد. دهنه تو ببن غزال میفهمی چی؟ اینجا چه خبره؟ بشیر سر جاتو. برای چی بلنگو دستت گرفتی داد و هوا را انداختی؟ همه میگن خانم وقت شما به ما گیر دادین. گیر دادی یعنی چه؟ این چه طرز صحبت کردنه؟ آخه خانم خودتون که دیدم که دیدم یه اشتباهی رخ داده. اون وقت شما باید بلنگو دستتون بگیرین همه جا جار بزنین. این درسته؟ فعلا بفرمایین سر کلاستون تا بعد. تو دیگه چرا سهرابی؟ از تو دیگه انتظار نداشتم. این پسره کیه تو بلوتوس؟ برای چی سکوت کردی؟ خانم به خدا ما خودمون حسابی گیت شدیم. تو با خودت چی کار داری میکنی دختر؟ تو کلت چی میگذره؟ بفهمه. این شماره کیه؟ همون که تو گوشیه. دلم میخواد از خودت بشنوم. شما که گوش نمیکنید. دختر جون هر وقت که جلوی زره رو بگیری منفعته. زره؟ ده اگه سود بود که الان اینجا نبودی عزیز من. بذار کمکت کنم دختره. خانم اجازه شما که حکم رو صادر کردین، خب دیگه چه کمکی؟ حالا اجازه هست بریم. این راهی رو که تو انتخاب کردی پایانش در است. بفرم. ببخشید خانم، میتونم بپرسم بلوتوس با چه اسمی فرستاده شده؟ آشنا اما یقیناً مستعاره. میشناسیش؟ با سلام به دومین بخش از اخبار بازار خوش آمدید. در آغاز میریم به بازار جهانی نفت. همونطور که ملاحظه میکنید هر باش که نفت خام سبک آمریکا با 28 سنت افزایش 74 دلار و 95 سنت فروخته شد. هر باش که نفت خام دریایی شاور به خانه برن با 10 سنت افزایش. مهتاب چته دختر سلامی تو خوردی؟ سلام. ببخش. اما در بازار فلزات گرانبها الو؟ الو صاحب توی؟ سلام مهتا. چرا امروز مدرسه نیومدی؟ یکم حالم خوب نبود. بایدم حالت خوب نباشه. یعنی چی؟ منظورت چیه؟ صاحب فکر نمی کردم یه همچین آدم بد جنسی باشی. چیزی شده؟ چرا اینجوری حرف میزنی؟ بس کن صاحب، بس کن. اینقدر واسه من فیلم بازی نکن. الو؟ مهتا؟ بله. الو مهتا. دیگه به من زنگ نزن. فهمیدی؟ به من زنگ نزن. آخه من نباید بدونم چه اتفاقی افتاده. فقط برو بمیر. فهمیدی؟ برو بمیر. سبا چی شده؟ الو کی بود؟ چی بهت گفت؟ مهتا. خب هرچی از دهنش در من بهت گفت. آخه برای چی؟ میدونم به خود خودم هم نمیدونم. سبا قربونت برم اینجوری گریه نکن. آخه تو که مدرسه نبودی امروز. سلام دخترای گلم. سلام خسته نباشی. چیزی شده؟ هیچی. این خواهر ما رو مظلوم گیره بردن. هر دفعه به یه بهانه اذیتش میکنن.
آخه برای چی؟ نمیدونم مامان، اون اصلا مهتاب همیشگی نبود، فقط بهم توهین کرد. آخه چرا؟ دوباره بهش زنگ زدم بپرسم چرا گوشی رو قطع کرد. گریه نکن، فردا که رفتی مدرسه روکو پوسکنده ازش بپرس موضوع چیه. آتفه جون راست میگن، بهترین راه حل مشکل اینه که بشین رو در روی هم با هم صحبت کنی. چی کار کن؟ من دیگه حاضر نیستم پا بذارم تو مدرسه. معلومه که فردا رو نمیدونم. مهتا؟ بله مامان. فعلا خدا تو اینجا چی کار میکنی؟ گریه کردی؟ تلفنی با کی حرف میزدی؟ به کسی نمیگم. منم بعدم بهت میگم. پول نمیخوام. مال خودت داداشم. مهتا اومدم مامان. بابا جونم، پس کی برای این دختر ناز و خوشگلت گوشی میخری؟ اگر این مادر جون شما تو کاسبی من دخالت نکنه و بذاره که من کارمو بکنم، به زودی برات یه گوشی خیلی خوب میخرم. خب دخالت نکن دیگه مادر من. بلند شو برو دختر ناز و خوشگلش، دیرت میشه. بوس بوس بوس. خدافظ. خدافظ. من به خاطر این توی کارهای تو دخالت میکنم، چون با وجود اینکه هارت و پورتت خیلی زیاده آدم ساده ای هستی. هیچ کس نمیتونه سر من کلا بذاره، خیالت راحت باشه. خیالم راحته، مطمئنم، چون آدمیزاد اول گول خودش رو میخوره. ای بابا. خانم پویا، خانم سبا پویا. خانم پویا تشریف بیارین دفتر. خب خانم بگین چی شده؟ برو تو منو فیلماتو نشون بده. بفرمایید خانم. اسم بلوتوثت آشناست درسته؟ بله خانم. چطور مگه؟ برای اینکه از تو بعید سبا، تو با گوشید از مهتاب فیلم گرفتی؟ بله خانم. برای همین کاراتونه که آوردن گوشی ممنوعه. ولی خانم ما که تو مدرسه ازش استفاده نکردیم. چرا با آبروی دختر مردم بازی کردی؟ چی خانم؟ برای چی اینا رو بلوتوث کردی برای بقیه بچه ها؟ من؟ بله، از دختر آقای پویا بعید بود. میدونی بازی کردن با آبروی مردم جرمه؟ خانم به خدا اینطوری نیست، من اصلا با کسی با آبروی کسی بازی نکردم. وقتی پدرتون تشریف آوردن مدرسه اون وقت مشخص میشه. گوشید پیش من میمونه، فعلا بفرمایید سر کلاستون. هر کس این کارو کرده احتمالاً نمیدونسته که شما برادر مهتاب سهرابی هستین. قبول دارم خانم، اما هر کسی که این کارو کرده حتما باید شناسایی بشه. متاسفانه و با کمال تعجب باید خدمتتون عرض بکنم این فیلم‌ها رو خانم سبا پویا گرفته. البته چون من میدونستم که شما با پدرشون دوست هستین اسمشو بهتون گفتم. خود مهتابم دیده که سبا فیلمو گرفته، اما باورش نمیشه که سبا این فیلم رو پخش کرده باشه. آقای سهرابی، فیلم با این موبایل گرفته شده، ولی بعد به اسم آشنا که اسم مستعار سبا بوده دیگه برای همه بلوتوث شده. من میتونم این گوشی ها رو ببینم؟ خواهش میکنم. من فقط باریدتون یه نگاهی بندازم ببینم. مثلا قراره که تکنولوژی در خدمت ما باشه، اما این اسمس دادن ها و بلوتوث ها شده یه درد سر برای ما. خب اگر کسی یه مورد رو تا آخرش پیگیری بکنه قطعا برای بقیه هم درس عبرت میشه دیگه. برگ کامل داره سه قسمت هستش. برگ کامل یعنی انقدر ناراحت بوده که نتونسته بیاد؟ پهنه. خب مگه شوخیه؟
با آبروش بازی شده. به جونه بابام، به جونه مامانم، کار من نیست. ولی من هنوزم میگم یکی موبایلتو یواشکی برداشته. بابا آخه کسی رمز گوشی منو نداره که. آخه خنگ، فکر می‌کنی رمز پیدا کردن کاری داره؟ به خاطر کلرفیلی که توش وجود داره. خودتون برسم اون آدم باید خیلی خراب باشه که گوششو بده دست کسی. امکان داره نیام وجود نداره باشه. بچه چه خبر اون قسمت؟ جلسه سیزاه؟ حواسم به تخته باشه. اگه دختر من میگه کار من نیست، پس کار اون نیست. برادر جوونی ممکن اشتباه بکنه. بله قبول دارم. اما اولا دختر من هر جوونی نیست. ثانیاً سبا ممکنه اشتباه بکنه. البته نه اشتباهی که با روی دیگران بازی بشه. منم فکر میکنم که اگه کار سبا بود به این راحتی نمیومد فیلمو نشون من بده. و اصلا هم انکار نکردی که فیلم گرفته دیگه. اصلا. خب شاید یه کسی با گوشی اون بلوتوث کرده. وقتی میگیم بچه‌ها گوشیشون رو نیارن مدرسه واسه همین. فقط به من اگه اجازه بدین نهایتاً 24 ساعت این دوتا گوشی رو با خودم ببرم دفتر. آقای سهرابی، من فکر میکنم که اگه ما این مسئله رو همینجا بین خودمون حل بکنیم خیلی بهتره تا این قضیه به بیرون از مدرسه کشیده بشه. بله، من فکر میکنم بهتره خودمون حلش کنیم. هر جور که راحتیم، ولی من یه نکته تو این دوتا گوشی دیدم، فقط میخوام اونا رو یه خورده بیشتر بررسی کنم. همین. باشه، بد فکری نیست. برو بردارم، برم. چطوری هستی؟ بح، سلام علیکم. خوبی؟ خوبی؟ کم پیدایی؟ آقا ما تا یادمون نرفته، این خدمت شما یه قصه دیگه، درسته؟ میمونه قصه آخر. اولا که قابل تو نداره، یعنی جون تو نمیگیرم از دستم. باشه دست خودت. چاکرتم، بشمارش. دوغانی چه هم قدیم میگن که آدم خوش حساب چی؟ شریک مال مردمه. خب آقا ما بریم. حالا بیا بریم یه جایی یه صفایی بکنیم. بشین بریم. کجا بریم؟ من باید برم در مغازه پیش بابا. ای بابا اینقدر بابایی نباش دیگه. یه دفعه رفیقت میخواد برات یه جایی یه صفایی بکنی. بیا بریم. نه بابا ساعت چند خود؟ مونده هنوز، خیلی مونده. اصلا خودت بشین برو. نه من که بلد نیستم، خودت بشین. بریم دیگه، بریم. یادت میدم. ولی من باید برم مغازه. هی میگه بابام 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 بابام. سبایی، خواهر من، اگه واقعا فکر میکنی با اینجا نشستن و اینجوری قصه خوردن بیگناهیت ثابت میشه، من مشکلی ندارم. همینجوری بشین 24 ساعت قصه بخور، قصه بخور، قصه بخور. آقا چرا فقط برای من باید اتفاق بیفته؟ اون دفعه نسرین، حالا مهتاب. حالا نمیخواد انقدر هرس بخوری. آره بیا این آب خنک رو بخور، حالا جا بیاد. ممنون. ببینم تو مطمئنی کسی از گوشیت سوء استفاده نکرده؟ آره، چون بردن گوشی تو مدرسه ممنوعه، من اصلا از تو کیفم درش نمیارم. اون آبو ندادم بذاری اونجا، بخوریش. بفرمایی. میدین چی برام عجیبه؟ این که آدم گوشی همراهش باشه و وسوسه نشه که ازش استفاده کنه. راستش فقط یکی دو بار. خوبم نداره اگه اینقدر از خودت مطمئنی. آروم باشو، بدون که خورشید هیچ وقت پشت ابر میمونه. حقیقت چیزی نیست که بشه پنهانش بکنه. خدا کنه هر شب. تصویر این گوشی با این یکی گوشی، یعنی گوشی سوا خانم، با هم فرق داره. ولی ما توی هر دو گوشی میبینیم که شما با خواهرتون کنار یه ماشین وایسادین، دارین با هم صحبت میکنین. بله درست، ولی با کمی تفاوت. ببخشید من متوجه نمیشم. ببینید هر دو تصویر در یک زمان اما از دو زاویه متفاوت گرفته شده. البته میگم این تفاوت زاویهش خیلی کمه ها، محسوس نیست. ببخشید یعنی شما میخواییم بگین که همون موقعی که سبا با گوشیش از شما فیلم میگرفته یه نفر دیگه هم همون دوروبر داشته همون کار انجام میداده؟ آره؟ بله، فقط زمان فیلمی که تو این گوشی هست کمتره. برای همین شما فکر کردین که این فیلم تیکی از فیلمیه که تو گوشی سبا خانم هست. عجب. تفلک سبا اینجوری ایمان آدم به باد میره. به هر حال امیدوارم عامل این شیطنت رو هر چه زودتر پیدا کنیم. نه خب ما که پلیس نیستیم بتونیم ردیابی کنیم و نمیدونم این کارا. یه فکر باید کرد. شما فقط کافیه که در مورد دانش آموزایی که مثلا یه مقدار شیطنت بیشتری میکنن یا سابقه انضباطی دارن یه کنجکاوی بیشتری بکنیم. خانم مهتاب سهرابی، خانم سهرابی تشریف بیارین دفتر.
من که بهتون گفتم قبلنه سبا از ما فیلم گرفت. ولی مهتاب همون لحظه یه کسی دیگه هم داشته فیلم میگرفته. آخه کی؟ خب معلومه یه آدم مریض. حالا که گذشت، ولی خب شما هم یه خورده در مورد دوستتون زود قضاوت کردی. بعضی از دوستان میگن که نمیتونه کار سبا باشه. ممکنه کار اون نبوده باشه، اما کم شیطنت نکرده، این همه شما ها. نه خیلی میترس با هر روز یکی بیارم کجا هم میخواییم با هم دستتم درد نکنیم واقعا چی میترسیم؟ اوه بچه از اون پلو پنیر یه دومن به ما میدی؟ بفرم چرا نون پنیر واسه همه شامبون گرفت؟ اوه دستت درد نکنه فقط زحمت لغمه گرفتن بگه اینجا پنه اینم برای سوهی خانوم خواهش میکنم خدمت شما سوهی لعده در نگر بگیدی راست میگه همه گروه خونمون به جامبو مامبو نمیخوره لوس سبا جون سلام بیا سبا جون تو بخور که واقعا خانوم و بیگناه برای همین اومدم جلوی همه تون از سبا معذرت خواهی کنم آخه خره من که میدونستم حسام داداشت تو چرا باید این کارو میکردم؟ آره خره اگه میدونست حسام داداشتی که این کار نمیکرد تو ساکت باش مرجان باز لوس شدی آخه اسم موبایل تو فقط آشناس نه کس دیگه ولی بچه ها به نظر من هر کس این کار کرده خیلی آدم بی‌ظرفیتی بوده و خیلی احمق به هر حال سبا من هم در حقت بد گفتم هم در حقت بد کردم منو ببخش قربونت برم آه فرهاد من آه شیرین من مهر تو تیشه داد به دستم آه فرهاد من گندت بزنم دهن گومیده جامبونی بود که تو دادی به دستم سویلا مروبت خانم فانیان کارت داره چیکارش دارن دفتر؟ به خاطر شاید همین موضوعه غزله این چه حرفیه؟ چون ناراحت میشی گفت شاید در جریان بلوتوس و این ماجرا که هستی؟ دو نفرای پراید چی گفتی؟ ببخشید مهتاب و داداشش از اول که نمیدونستی اونا برادر خواهرن نه خانم تو هم با موبایلت از دوستات عکس و فیلم میگیری؟ نه خانم ما که موبایل نداریم موبایل نداری؟ نه خانم برو عزیزم برو سر کلاست سلام سلام چه خبر میرم؟ ما هم هی میریم رو بام و ایمانمونو به باد میدیم چی شده؟ این دختر اصلا موبایل نداره عجب لواشکیه مهتا خوشمزه است میخوای بزن؟ نه قشنگ از لواشک کثیف هست نوشی جونت حسام بیا این قضیه رو تمومش کن کدوم قضیه رو؟ خب برگرد خونه دیگه ای بابا هنوز تو این موضوع برات سواله؟ خب آخه من فقط 12 سالم بود بیرم تو از خونه گذاشتی رفتی ها شلوغش نکن این همه توی مدت دیدمتون دیگه یه طوری حرف میزنی انگار گم و گور شدم آره خب تو عروسی و عزا اونم از دور من تو رو از دور دیدم؟ حسام بگو جونم خواهر گلم جونم خواهر گلم حسام خودتو لوس نکن بیمزه خب میدونی چیه آدم برای اینکه بتونه کسی رو دوست داشته باشه یه جورایی باید از خودش بگذره باریکلا نوا مثل که جدی جدی خواهر کوچولیمو داره بزرگ میشه دیگه این که خب سعید کوچیکه به تو احتیاج داره سعید که قصه نداره تا
تو محسن دورش هستین دیگه. آه محسن، خدا نکنه، خدا نکنه فکر کنه از اون چیزی یاد بگیره محسن. سلام. سلام. من مرجانم، دوست مهتاب جون. خوشبختم. بیا سوارش تو هم برسونیم. مرسی. میخواین اگه این دفعه فیلم گرفتن سه تا بازیگر داشته باشه دیگه؟ آره. به هر حال ممنون. من خونمون نزدیکه. خودم میرم. خدافظ. به سلامت. خوشحال شدم دیدمتون. خدافظ. خدافظ. از این اتفاقا شاید، میگم شاید 100 سالی یک بار اتفاق بیفته، اونم شانس من یعنی ما که یارو چوپونه سگش بلا نسبت بیادبی نباشه بخواد بره روی گندش خاک بریزه گنج پیدا بشه، یعنی از گند به گنج، این شانس نیست؟ طرف موضوع رو کسی هم گفته؟ نه، اولین کسی که به پستش خورد من بودم. داشتم میرفتم آبادی، دیدم کنار جاده چوپونه واستاده، هیجان زده است. یه نگاه بهش کردم، چشم افتاد به دستمالی که تو دستشه، تا ته قضیه خوندم. یه مقدار ترسوندمش و یه خود بهش پول دادم، گفتم برو تا خبرت کنم. ببین داداش، من دنبال عتیقه و اینجور خلافا نیستم. اگه عتیقه بود، دنبال شامخی نمی اومدم که. البته تو این گنجی که این چوپونه بده کرده بود، هم چیزایی پیدا میشد، ولی من فقط سکه و طلاش خریدم. اگه قیمت بالا باشه، من اگر اون رش نباش، شکوی مف میخره. با این معامله هممون از خاک پا میشیم. قربونت برم. چرا به مادر نگفتی؟ میترسیده بگی مامان. برای چی باید بترسه؟ که مبادا بذارین کف دست بابا. بابا هم طبق معمول سرش داد بزنه بگه دیگه حق نداری حسابو ببینی. عزیزم قربونت برم، چرا از پدرتون یه دیو میسازی؟ مهتاب یه دو دقیقه منو با مامان تنها میذاری؟ قربونش برم. یعنی مامان واقعا بعد این همه سال کنار بابا زندگی کردن نمیدونی چرا؟ خب البته گاهی بهتون سخت میگیره. گاهی؟ بابا همش داره سخت میگیره، امر و نهی میکنه، دستور میده، تحقیر میکنه، کتک میزنه. عزیز دلم، خب دوستتون داره، میخواد مراقبتون باشه، میخواد که سالم و نجیب بار بیاین. با سختگیری و اعتماد نکردن؟ خب تو با بابات مشکل داری، من و خواهر برادرها چه گناهی کردیم حسام جان؟ من که شما رو هر چند وقت یه بار میدیدم. بله، ماهی بره، سالی بیاد، اونم تو مراسم فامیل. آخه این چه محبتیه حسام جان؟ یعنی چی؟ یعنی شما واقعا فکر میکنی من دلم برای شما تنگ نمیشده؟ فعلا که دلت فقط برای مهتاب تنگ شده بود مادر. نه خیر، اینجوری نیست. من فقط چون مهتاب یه دختره و نیاز به محبت برادر داره بیشتر کنارشم، همین. سعید و محسن چون پسرن به محبت برادر احتیاج ندارن؟ من منظورم این نبود. منظورم اینه که بیشتر دخترایی که یا از خونه فراری میشن یا فریب میخورن، علتش اینه که بهشون سختگیری میکنن یا کمبود محبت دارن. حسام جان، تو که اینقدر فهمیده ای، اینقدر همه چیزو در نظر میگیری، اینقدر خوبی، چرا متوجه نیستی که منم مادرم؟ منم دل دارم، دلم میخواد پاره ای تنم پیشم باشه، عزیزم کنارم باشه. حرف شما درسته مامان، اما دخترها روح حساس تری دارن. یعنی خیلی از این دخترهایی که از خونه فراری میشن یا فریب میخورن، علتش کمبود محبت و سختگیری زیاد خانواده هاشونه. بلا برای من که بین سعید و محسن و مهتاب هیچ فرقی وجود نداره. 4 سال دانشگاه، 2 سال هم سر کار، 6 سال برای جدایی بس نیست؟ چه حرفیه میزنیم اما خب منم خیلی وقت دلم برای شما تنگ میشه. خیلی وقت دوست دارم کنارتون باشم، دوست دارم چادر نمازتو تو دستم بگیرم، بو بکشم. ببین مامان، تو اون مدتی که تو این خونه بودم، بابا هر کاری کرد من تحمل کردم، داد زد، کتک زد، تحمل کردم چون گفتم پدرم بزرگترم، احترامش واجبه. اما اگه سکوت کردم علت واقعی شما بودی، برای اینکه دوست نداشتم نگرانی شما رو ببینم، برای اینکه دوست نداشتم ببینم تنت داره میلرزه. سلام مامان.
سلام داداش. سلام آقا سعید، قربونت برم چه بزرگ شدی. سیبیلا رو آره چهارمم، خیلی سختم و من بلدم. آفرین، تو همیشه قهرمانی. چی خریدی؟ داداش مادی پیشمون بمونی دیگه، این فضولی ها به تو نیومده. مامان داداش گریه کردی؟ نه عزیزم، خوشحال شدم داداشت تو دیدم. ها پس میگن عشق شوخ همینه. باورت میشه نرگس؟ 3-4 روزه سود 1-2 سال میاد تو دستم. خب مگه میشه؟ نه خیلی بزه، قرار نیست ما تو آخر عمرمون بز بیاریم که. ولی من میگم که بادم باید بدونه چه جور معامله ای آخه. طلا، نقره، قدیم، جدید، هلو بپر تو گلو. همون دیگه، هر وقت از یه معامله قلمبه با پول زیاد میاد آدم باید شک بکنه. باز دوباره تو کتاب پند و اندرز تو باز کردی ها. ببین تو اگر بذاری ها، من تو همین یه ساله یک زندگی برات درست میکنم که همه حسرتشو بخورن. تو با کله تای چانه رو اونجور زندگی پیش کشت. ای بابا، مگه من تو معامله قبلی ضرر کردم؟ قبلترش چه؟ سب کن ببینم. بفهم. مثل اینکه تو بنده رو باور نداری ها؟ بعد که زندگیت از این رو به اون رو شد اون وقت بهت میگم. از همین میترسم دیگه، اینکه زیر و روش کنی. مبارک باشه. ای بابا، الان دیگه هر کپون فروشه کنار خیاب یکی تو نه این موبایل داره، یکی بنده که دیگه جای خود. بله سلام جانم. آها نه عزیز من، شما که الان صبر کنی من اومدم. مسعود ببین نیما رو زودتر بفرست کارش دارم. خداحافظ. خدا به خیر کنه. قابل نداره بس جیبت داوش قابل نداره. میگم که چی میخوای بگم واسه بیار بخوری؟ هیچی داداش، من اومدم یه سر خودتو ببینم، یه امونتی رو برسونم بهت، زحمتو کم کنم. هستی تازه از اون مراب رسیده بابا، بی خیال دفعه پیشم که به امون دادید سه روز خوابمون برده بود، چقدر دیگه ارتفاعی. از بس بی خیالی، بی خیالی هم خوب چیزیه دیگه، بی دردی. بی خیال چه داداش، بی خیال چه، منم پول دوست دارم دیگه، میخوام برم در مغازه پیش بابام وایسم کار کنم بعد از دورا. اتفاقا با این یه دونه من خیلی موافقم. این چرا؟ چون اگه کار کنی پولاتو جمع کنی میتونی یه ماشین قشنگ واسه خودت بخری، بعد به جایی که ماشین بابا رو بزنی داغون بکنی ماشین خودتو داغون کنی. فقط حواست باشه، ممکنه دیگه اونجا یه آقاسی پیدا نشه که جمعت کنه. آقاسی که سالاره، اون هیچ، ولی منم پول دوست دارم، باید کار کنم دیگه. چرا واسه چی؟ تو که واسه بابا توپه. واسه بابا این من توپه؟ طلای تو اون مغازه همش امانیه، صبح تا شب باید کار کنیم، کار. خب منم همینو میگم دیگه. ببین من اینو بهت میدم که وقتی زیر بار سنگین کار چی له شدی بتونی ازش استفاده کنی دیگه. برش دار. آره پول بده. خب باشه. عباس آقا یه دوتا چایی به ما بده. عرض ادب و احترام قربان. سلام، خیلی خوش اومدین. جمشید دوباره. بله، بفرمایید. سلام جمشید خانم. احوال شما چطوره خانم؟ ممنون. خوب هستین؟ خواهش می‌کنم. احوال خانم؟ ریختش. 100 دفعه بهش گفتم یه جای رسمی که می‌خوای بری یه کت شلواری، یه شلوار درست و حسابی. دقت کردین؟ گواردیولا دیشب با همین تیپ، ببین با بارسلون چیکار کرد؟ دیدین شما؟ باش. آتیش گرفته بود تلویزیون. بفرمایید الان. بفرمایید. خیلی خوش اومدین. فقط یه خورده با تأخیر به ما رسیدین. بله، حق با شماست. من عرض می‌کنم خدمت. کار همیشگیشه. آخه، ورزشگاه تشریف داشتین؟ ریختش. ولش کن. من یه قرار نبود شما دنبال برنامه‌های طلاق ما باشین. نه دنبال برنامه‌های این نینه کوچولو.
المیرا جون باشه طلاق تو میگیریم، اما اجازه بده که تو شرط آروم این اتفاق بیفته. بله ایشون درست میگن، یعنی ما هر چی بتونیم توافقی تر پیش بریم فکر کنم زودتر به خواستهامون برسیم. خیلی خب از اینجا شروع کنیم که آقا جمشید مشکلات رو یکی یکی بگیم ببینیم قضیه چیه. البته واقعیت که این یکی یکی رو ما خیلی وقت گذروندیم، کیلو و اینا هم گذشته، الان تو توناژ صحبت. آقا جمشید من خواهش میکنم، قبل از اینکه شما تشریف بیارین خانمتون خیلی اصرار داشتن که شما حسابی تب فوتبال دارین. نمیدونم چه این تب نمیکشتش راحتمون کنه. المیرا جون تمومش کن، حاشیه رو ول کنیم، بهتر بریم سر اصل موضوع. من موافقم. این حاشیه پدرمونو در آورده، پدر همه چیمونو، فوتبال هم عزیزم. بریم تو خدا، مردم شوهراشون موج مثبت وارد زندگیشون میکنن، وقت شوهر ما موج مکزیکی. درست میشه، حالا درست میشه. بذار از کار که بیکار شدی میفهمی. معتاد. معتاد؟ نگفته بودی ایشون معتادن؟ آخه اعتیاد مگه فقط اینه که آدم سیگار دستش باشه یا از مونا بکشه؟ نه بابا، آدمی که صبح تا شب ورزشگاست، شب تا صبح دنبال جام جهانی و بوندسلیگا و لالیگا و خوزه مورینیو و کوفت و زهرمار و اخبار ورزشی و این و اون، اون که بدتر از معتاده. آخه اصلا معتاده یه تایمایی خمارن، این که همیشه خدا خماره. شما خیلی خودتون رو ناراحت نکنین، اگه اجازه بدین یه آقا جمشیدن به چند کلمه حرف بزن ببینیم ماجرا چیه. اگه حرفی واسه گفتن داره بفرمایید. نه واقعیت اینه که حق با ایشونه. من عاشق فوتبالم. چرا؟ چون قبلا عاشق ایشون بودم، خودش نخواست. من عاشق بچم. آره من بچم، چون عاشق بچم. ایشون از ونگوونگ بچه متنفره. من با رفقا من بازم راست میگه، به خاطر اینکه تمام زندگی نخواست با من رفاقت کنه. بهش میگم خانوم بیا بریم سینما، میگه تاریک قلبم میگیره. میگم مهمونی، میگه وای وای. میگم بیا بریم پیاده روی، حوصله ندارم. تو خونه جلو آینه با خودش حرف میزنه. گه گداری من، البته من حواسم هست یه تلفنای ریزی با مامانش داره. آره تب فوتبال خیلی خوبه، بدنم مقاوم بوده تب فوتبال گرفتم، تب کریبه کنگو، تب مالت باید میگرفتم. المیرا جون درست میگم؟ تقریبا. ببینم این مدت شما پیش مشاورم رفتین یا نه؟ خیلی خیلی که میگم از اون خیلی های قدیم، و قدیم خیلی خیلی بود. نه آقا جان، مشاور جواب ما رو نمیده. معمولا ما مراجعه کننده ای شکلی که داریم میفرستیمشون پیش مشاور و بهشون به جای طلاق توافقی پیشنهاد زندگی توافقی میدن. یعنی اینکه مثلا برای حدود یک ماه یا دو ماه میخوان که یه خورده حالا با شرایط همدیگه نزدیکتر، مثلا چه میدونم شما یه خورده بیشتر در کنار ایشون باشین که ایشون دیگه سر از استادیوم در نیاره، یا اینکه بالاخره تلویزیون کانالای دیگه هم داره، برنامه‌های دیگه هم داره، میتونین با هم بشینین غیر فوتبال برنامه‌های دیگه هم تماشا بکنین. نمیدونم با این نظر من موافق هستین نیستین؟ من والا نمیدونم، هر چی سرکار خانم بگه در واقع. خب من فکر کنم که بعد نباشه دهنتون شیرین کنین. از شما شروع می‌کنم، بفرمایید. من یه چیزی به شما بگم واقعا باور نمی‌کنم، من یک سال و نیم اقلکم رو برنامه دارم کالری می‌سوزونم، ولی این بارم بله دیگه چشم. شما به جای رژیم به فکر زندگیت باش. بفهمم خانم. ممنون. نوش جان. آخره